سرخط خبرها. پیامدهای اعتراضات اخیر در ایران. سپاه میگوید جمهوری اسلامی نتوانسته در مورد حکومت پهلوی آگاهی بخشی کند. کسی که با 11 گلوله در ترکیه به قتل رسید احتمالاً مسعود مولوی گرداننده کانال جعبه سیاه بوده. جدال فیسبوکی دو تیم پیشتاز در انتخابات افغانستان. دو طرف یکدیگر را به توهین‌های نژادی متهم می‌کنند. و کشف و نمایش حیوانات مومیایی شده باستانی در قاهره. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری در تلویزیون، دومین بخش خبری در تلویزیون فارسی بی بی سی. چند روز پس از وصل شدن اینترنت در ایران، تصاویر جدیدی از اعتراضات منتشر شده. در این تصاویر نیروهای امنیتی از فاصله نزدیک به معترضان شلیک می‌کنند. همزمان از تعداد و وضعیت بسیاری از بازداشت‌شده‌ها خبری در دست نیست. رئیس شورای شهر ری گفته امکانات زندان فشافویه در جنوب تهران پاسخگوی حجم دستگیر شدگان نیست و باید توجه و رسیدگی بیشتری به این زندان داشته باشند. گزارش فرین آسمی رو در این باره ببینیم، با این توضیح که بعضی از تصاویر این گزارش ممکنه برای عده‌ای آزاردهنده باشه. شلیک نیروهای امنیتی در هفته گذشته به مردم از فاصله نزدیک در گرگان. این هم تصویر دیگری از تهدید معترضان با اسلحه. این ویدیو هم مربوط به هفته گذشته است و امروز به دست بی بی سی فارسی رسیده. اینجا هم تهران است. اواخر آبان، اتوبان امام علی و حضور گسترده نیروهای امنیتی. شما مگه با مردم نیستی؟ تعداد بازداشت‌شده ها هنوز مشخص نیست. بسیاری از بازداشت‌شده ها به زندان فشافویه برده شدند. دادستان کل کشور گفته بازداشت‌شده ها وضعیت خوبی دارند و همه با خانواده هایشان تماس گرفتند. اما از آنها خواسته در بازجویی ها صداقت داشته باشند. این بانک هایی که آتش زدن، این مراکز سوختی که آتش زدن، پمپ بنزینی هایی که این افرادی را که کشتن، چاقو زدن، اینا را کی انجام دادن؟ یا اجازه بدید، یا شماها بودید، یا افرادی بودن شما رو تحریک کردن، یا افرادی بودن پشت پرده کارایی میکردن. حالا حسن خلیل آبادی رئیس شورای شهر ری گفته امکانات زندان فشافویه جوابگوی این حجم از بازداشتی ها نیست. او از مسئولان قضایی خواسته در شرایط کنونی توجه و رسیدگی بیشتری به این زندان داشته باشند. به گفته او جمعیت زندانیان در فشافویه پیش از این هم بالا بوده و امکانات لازم برای آنها موجود نیست. دستگاه قضایی کارش بگیر و ببنده. بله. رئیس قوه قضاییه بر تعیین تکلیف بازداشت‌شده ها تاکید کرده و گفته با کسانی که در این حوادث تقصیر کمتری دارند باید برخورد متناسب صورت گیرد. احمد مازنی نماینده تهران هم خواسته ابتدا دادگاه متهمان علنی برگزار شود، نه اینکه اعترافات تلویزیونی آنها از صدا و سیما پخش شود. قانون اساسی که عنوان می‌کند دادگاه باید علنی باشد را زیر پا می‌گذاریم و غیر علنیش می‌کنیم، یا اگر هم علنی برگزار می‌کنیم فقط به برخی از رسانه‌ها اجازه انتشار می‌دهیم که این امر درست نیست، یا اینکه خارج از دادگاه یک حرف‌هایی را از افراد ضبط و پخش می‌کنیم. این کار با کدام قانون جور در می‌آید؟ همزمان امروز تظاهراتی در حمایت از حکومت در تهران و در چند شهر دیگر برگزار شد. مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفته مترو در این شهر امروز تا پایان مراسم راهپیمایی رایگان است. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران امروز گفته جمهوری اسلامی به دلیل کمکاری یا کم تجربگی نتوانسته دستاوردهای خود را برای نسل جوان توضیح دهد و در شناساندن چهره واقعی حکومت پهلوی به آنها خوب عمل نکرده. در اعتراض‌های سال‌های اخیر در ایران، از جمله اعتراض آبان 98، تعدادی از معترضان در حمایت از شاه سابق ایران و رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران شعارهایی دادند. حساب اختشاشگران همیشه جدا بوده، سوء استفاده کنندگان از بستری که برای اعتراض بوده جدا بوده. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم از حامیان معترضان خواست مسئولیت خود را بپذیرند. آقای موسوی از وزیر خارجه آمریکا که از معترضان خواسته بود برای او عکس و فیلم بفرستند هم انتقاد کرد. تعجب می‌کنیم از برخی کشورها که سطح سیاست خارجیشون، سطح
وزیر خارجهشون، سخنگوشون یا بقیه که اینقدر نازل شده که درخواست بکنن که از بانک سوزی، ATM سوزی، از ساختمون سوزی براشون فیلم و گزارش تهیه کنن بفرستن. در میان معدود واکنش‌های بین‌المللی به اعتراض‌های ایران، روزنامه فرانسوی لیبراسیون در تازه‌ترین شماره خود با چاپ تصویری سیاه به سرکوب معترضان در ایران واکنش نشان داده و تیتر اصلی خود را کشتار پشت درهای بسته انتخاب کرده. فرین آسمی، بی بی سی. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی از پاریس، با ماست. آقای علیجانی، امروز در شهرهای مختلف ایران تظاهرات در حمایت از حکومت ایران برگزار شده و مقام‌ها و رسانه‌های دولتی اون رو نشانه محبوبیت و حمایت مردمی از حکومت می‌دونند. در فضای فعلی چقدر این تظاهرات رو میشه نشانه اقتدار حکومت ایران دونست؟ با سلام. این روش دیگه تکراری و نخنما شده. هرچند خوب حکومت شاید 7-8% پایگاه مردمی داشته باشه، اما موقعی این پروپاگاندا و تبلیغات جدی گرفته میشه که اجازه بدن مخالفین هم وسط بیابون مثلا جمعشن نشون در امنیت تظاهرات بکنن، این بیشتر برای دلداری و برگشت اعتماد به نفس برای نیروهای خودی است، وگرنه گستره اعتراضات این دفعه وسیع‌تر از اون بود و همچنین رسانه‌ها اونچنان فعال بودن، شهروند خبرنگارها اونچنان فعال بودن که فکر نمی‌کنم اکثریت ملت خیلی جدی بگیرن این نوع پروپاگاندای دولتی و حکومتی رو. آقای علیجانی، این که سخنگوی سپاه میگه که بعد از 40 سال هنوز نتونستند نسل جوان رو درباره حکومت پهلوی آگاهی بخشی بکنند و اون رو متوجه کمکاری و کم تجربگی مسئولان در ایران میدونه، 40 سال فرصت زیادی بوده برای اینکه بتونن افکار عمومی رو شکل بدن. بسیاری از کتاب‌های درسی بازنویسی شده، هر گونه تلاش رسانه‌ها برای به نوعی شکل دادن به افکار عمومی درباره حکومت پهلوی بوده. چرا الان آقای سلامی میگه که موفق نبودند؟ این حرف آقای سلامی هم تحریف، بخشیش هم فریبه. تحریف به معنا که مسئله این نیست که شما نتونستید حکومت پهلوی رو به مردم بشناسونید، مسئله این هست که شما پرونده بسیار سیاه‌تر از حکومت پهلوی داشتین. مردم چشم دارن، عقل دارن، میبینن. بنده هم که حالا اون موقع نوجوان بودن، اگر حکومت شاه رو در مقابل حکومت آقای خمینی و خامنه‌ای بذارن، خب حکومت شاه رو انتخاب میکنن. ولی این به اون معنا نیست که ملتی که انقلاب کردن این حکومت رو میخواستن. این بخش تحریف قضیه است. یعنی مسئله کمبود تبلیغات و آگاهی رسانی نیست، مسئله اینه که پرونده شما سیاه‌تر از حکومت پهلویه. اما یه فریبکاری هم هست که میخوان مخالفین رو همه رو به اصطلاح طرفداران حکومت پهلوی، دشمنان، این که ما با جهان جنگ جهانی داریم. امروز فرمانده سپاه در تهران گفته نه، اینطوری نیست، شما با مردم خودتون دشمنی دارین، مردمن که با به شما اعتراض میکنن. ببینید، این در رابطه با حکومت فعلی و حکومت قبلی شاید یه نوع جنگ روایت ها باشه. جمهوری اسلامی تاریخ پهلوی رو تعریف میکنه، پهلوی دوره خودش رو تعریف میکنه، اینا هست، به هر حال دستکاری میشه تاریخ دوران پهلوی، ولی واقعیت ها رو که نمیشه پنهان کرد. شما میخوان واقعیت 40 سال پیش رو تعریف بکنین، شما الان دارین جلوی از دشمناتون میخوان که واقعیت 40 سال پیش رو تعریف نکنن. شما الان جلوی چشم جهانیان و چشم ایرانیان دارین اون چی که اتفاق افتاده رو دارین تعریف میکنید. همه ملت دیدن 77 تا اصلاح طلب بیانیه دادن، روایتشون با روایت شما متفاوته. شما زیر فشار گذاشتین. همین امروز جمعی از فعالین ملی مذهبی از تهران و برخی شهرستان‌ها بیانیه دادن، بگن این روایت رسمی حکومت غلطه، اینا مردم خودانگیخته بودن. به حکومت هشدار بدن که قبل از اینکه اعتراضات به جاهای باریکتری کشیده بشه و شما این صدای اعتراضات رو بشنوید، شاه نشنید. اگر شما با حکومت پهلوی میخواد پهلوی رو درست بشناسونید، بگین که حکومت پهلوی چرا علیهش انقلاب شد. آیا شما همون کاری که حکومت پهلوی میکرد رو 100 برابر بدترش رو نمی کنید؟ حکومت پهلوی فقط با مخالفینش کار داشت، شما با همه کار داریم، با زندگی خصوصی مردم کار داریم، با آزادی های اجتماعی مردم کار داریم. پرونده شما خیلی سیاست است دوره پهلوی است. این به معنای تبرئه حکومت پهلوی نیست. شاید نسل جدید ساواک و شکنجه و خودخواهی
پهلوی از یادشون بره. بله شاه هم اواخر اون چنان تبختر و دیکتاتوری و استبداد به رأی نشون میداد که کارشناسای خودش هم حرفاشو گوش نمیکرد. تو همین افزایش قیمت بنزین بنا به اخبار غیر رسمی قابل اعتنا، اطلاعات سپاه و طائب مخالف بودن، وزارت اطلاعات دولت روحانی مخالف بوده، خود دولت مخالف بوده، تنها آقای خامنه‌ای و سرسپرداش پاشون توی کفش میکنن و به حتی نظام کارشناسی امنیتی خودشون اعتنا نمیکنن. خب شما هم دارین همون کار حکومت پهلوی رو میکنین، باید منتظر همون نتایج هم باشی که داره به تدریج شما رو در سراشیبی قرار میده اگر به خودتون نیاد. آقای علی جانی، یک به نوعی یک تلاش سازمان یافته از جانب مقام ها در سطوح مختلف در چند روز گذشته شاهدش بودیم که تاکید میکردند که حساب آنهایی که اعتراض مسالمت آمیز کردند از به گفته اونها اغتشاشگران جداست. امروز هم می‌بینیم که سخنگوی وزارت خارجه گفته امروز آنهایی که در خیابان هستند ایرانیان واقعی هستند. این تلاش برای ایجاد گسست بین اعتراض مسالمت آمیز، ایرانی واقعی و ایرانی غیر واقعی، معترض خشن و معترض غیر خشن، چه تأثیری در جامعه ایرانی و یک دستی جامعه میتونه داشته باشه؟ این به جز تشدید شکاف بین حکومت و مردم ارمغانی نخواهد داشت. سفیدپوستایی که آمریکا رو اشغال کرده بودن میگفتن سرخپوست خوب سرخپوست مرده است. حالا جمهوری اسلامی هم مخالف خوب مخالف مرده است. حسن آقا میری یه روحانی که به هر حال از درون هیئت‌های مذهبی هم داره حرف میزنه، میگه ما چجوری اعتراض بکنیم؟ شما میگین اعتراض آزاد است، اغتشاش ممنوع است. شما اینترنت هم از ما گرفتین، ما در اینستاگرام هم نتونیم به شما اعتراض بکنیم. خب اینا که بیانیه میدن، جبهه ملی بیانیه میده، کانون نویسندگان بیانیه میده، شما حتی نمیذارید اینا یه جا تجمع بکنن، یه جا جلسه بذارن. این نسل معترض در همه جای دنیا حتی بخشی رو تحمل میکنن، بخشی خشونت و تخریب هم به هر حال جزء پای ثابتش است. شما خودتون میان تخریب میکنین، فیلماش وجود داره، حالا حتی بخشی هم جوانان آسی کردن، همه جای دنیا تحمل میکنن، مدارا میکنن، نه اینکه از دو قدمی شلیک کنن به مغز فرد. یه خانومی میره یه زخمی رو نجات بده، از پشت سر میزنن خانومو میکشن. خب این قتل و خونریزی که در ادبیات دینی حفظ دمای مسلمین، حفظ خون انسان‌ها بالاترین ارزش رو داشته، در نزد شما هیچ ارزشی نداره. طبیعی است که این بازتاب‌ها و عکس العمل‌ها رو هم شاهدش باشین و این زلزله‌ای که شاهدش بودین در دفعات بعد با ریشترهای بالاتری تکرار خواهد شد. متشکرم. رضا علی جانی، فعال ملی مذهبی با ما. همان روز سه‌شنبه 23 آبان یک شهروند ایرانی که پلیس ترکیه از او به نام مسعود میم نام برده با 11 گلوله یک مهاجم به قتل رسید. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد او مسعود مولوی است که احتمالاً گرداننده کانال افشاگر جعبه سیاه در تلگرام بوده. ژیار گل همکارم جزئیات این ترور رو دنبال کرده. ژیار، دقیقاً چی می‌دونیم، چه اطلاعاتی دادند مقام‌های ترکیه؟ ببین، همونجوری که گفتی، فقط از ایشون به اسم یک شهروند ایرانی با نام مسعود میم و 32 سال است و خیلی در شبکه‌های اجتماعی میگن مسعود میم همون مسعود مولوی هستش که خودش بارها گفته بود که یک نابغه است و یک مبتکر در ایران. و همچنین ما سعی کردیم از حسابش و همین جعبه سیاه و تاریخ تولدش مشخصه که به نظر میرسه این شخص، چرا که از وقتی که یعنی روز سه‌شنبه 14 نوامبر ساعت 9:45 دقیقه شب در محله شیشلی استانبول ایشون کشته میشه، فیلمش را هم پلیس ترکیه منتشر کرده که چجوری ایشون با گلوله مهاجما اسلحه رو به طرفش میکشن و کشته میشه. و ما نگاه کردیم جعبه سیاه این حساب از اون شب دیگه فعالیتی نداشته و حساب توییتری آقای مسعود مولوی هم هیچ فعالیتی نداشته و به نظر در صورتی که ما نگاه کردیم به گذشته مرتب هر روز توییت میکرده و هر روز چیزی رو منتشر میکرده، اما هیچ چیزی از ایشون منتشر نشده. همون جوری هم که گفتم شایعات زیادی درباره شخصیت و فعالیت‌های این شخص وجود داره. افرادی میگن ایشون عضو سابق وزارت اطلاعات ایران بوده، بعضیای دیگه میگن نه، خودش هم گفته البته که ایشون پیمانکار بوده و وزارت دفاع و کارهای فنی کرده و یک سال پیش در مصاحبه با مهر نیوز گفته بود که ایشون به ترکیه رفته و با صنایع نظامی ترکیه برای ساخت پهپادهای سنگین با اونا همکاری میکنه. یک ویدیویی هست از ایشون که چند سال پیش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایشون باهاش مصاحبه به عنوان یک مبتکر جوان و نابغه، اونو با هم ببینیم.
شیشه های بالگرد رو تبدیل کنیم به مانیتور نمایشگر که اکسسوری های سیستم های اویونیک هلیکوپتر و هواپیما رو روی شیشه هواپیما خلبان بتونه ببینه. همین جوری که میبینی عکسایی رو هم از خودش در حساب هایش مثلا فضای مجازی منتشر کرده نشون میده با رؤسای جمهور سابق ایران آقای احمدی نژاد، آقای خاتمی، آقای رفسنجانی عکسای متفاوتی از ایشون دیده شده. ولی خب خیلی ها میگن این که گفته مثلا دکترا داشته از آریزونا این نیست و در این حساب جعبه سیاه هم مطالب زیادی رو منتشر کرده بودن، فیلمای زیادی رو منتشر کرده بود. ایشون مدعی شده بود که دسترسی به داخل وزارت اطلاعات داره و همچنین درباره فساد و ترورهای داخل نظام مطالب زیادی رو منتشر کرده بود، به خصوص علیه بیت رهبری. متشکرم جیار گل در استودیو با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در پی اعتراضات اخیر سپاه میگوید جمهوری اسلامی نتوانسته در مورد حکومت پهلوی آگاهی بخشی کند. کسی که با 11 گلوله در ترکیه به قتل رسید احتمالاً مسعود مولوی گرداننده کانال جعبه سیاه بوده. در ادامه این برنامه، در دومین ماه اعتراضات در لبنان دیشب خیابان‌ها صحنه درگیری حزب الله و عمل با معترضان بود. جدال دو تیم پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر سر یک بحث نژادپرستانه واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. جنجال زمانی آغاز شد که امرالله صالح، معاون تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی، دیروز در صفحه فیسبوکش درباره نوار صوتی از یک گفتگوی اختصاصی اعضای تیم عبدالله عبدالله نوشت. دسته ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله این نوشته را شرم‌آور و تأسف‌بار خوانده. داوود ناجی تحلیلگر مسائل افغانستان با ماست. آقای ناجی، در ابتدا میشه توضیح بدید که بحث از کجا شروع شد؟ خب آنچه که آقای صالح نوشته بود گویا جلسه ای بوده از تیم ثبات و همگرایی که در آن یکی از اعضای این تیم در مورد یک گروه قومی، مشخصا در مورد هزاره ها و فرم صورتشان به صورت توهین‌آمیز اظهاراتی داشته و بعد از اینکه آقای صالح این اظهارات را منتشر کرد و مدعی شد که فایل صوتی این اظهارات را دارد، در شبکه های اجتماعی همه از آقای صالح خواستند که اگر چنین چیزی وجود دارد باید عمومی شود و سرانجام امروز روزنامه اطلاعات روز به این فایل دسترسی یافت، اما فایل آن چیزی نبود که آقای صالح مدعی شده بود. هرچند که در اظهارات کسی به نام مولوی حسام الدین، مولوی حبیب الله حسام، اظهارات نژادپرستانه به صورت جدی وجود داشته که آقای عبدالله با اینکه و تیمش با اینکه اظهارات آقای صالح رو که در مورد این اظهارات نوشته شرم‌آور خوانده، اما در مورد اظهارات خود آقای حسام که این اظهارات شرم‌آور رو به زبان آورده سکوت کرده و این از یک طرف تبدیل شده به یک جدال انتخاباتی، ولی برای بسیاری از کسانی که در شبکه اجتماعی فعال بودن، از جمله خود من که نه در تیم ثبات و همگرایی بودم و نه در تیم دولت ساز، برای ما مسئله انتخاباتی نیست، مسئله بحث فرهنگ و اخلاق سیاسی هست که به نحوی از آن پرده برداشته شده. بحث‌های قوم‌گرایانه در افغانستان بی پیشینه نیست. آیا فکر می‌کنید برخورد قانونی انجام خواهد شد در پی این اقدام؟ خب مسئله همین است. یعنی آنچه که بسیاری از فعالان در شبکه‌های اجتماعی نسبت به آن اظهار نگرانی کرده همین است که یکی پیشینه دارد و دوم این که حتی اگر پیشینه هم نداشته باشد، معمولاً با چنین رویکردها و چنین قدم هایی است که یک ملت یا یک کشور تا
دچار بحران‌های جدی می‌شوند. در کشورهای دیگه هم شما می‌بینید که زمینه‌سازی میشه اول برای بحران. مثلا چی می‌دونم، اول عوامل نفوذی و بیگانه معرفی میشن، بعد منافق میشن، بعد خس و خاشاک میشن، بعدم درو میشن در جاده ها. این یک باره اتفاق نمیفته چنین چیزایی. در رواندا هم همینطور شد. اصلا جنوساید یک اتفاق آنی و فوری نیست، مرحله سازی میشه. این یکی. افغانستان تجربه جنگ های قومی دهه 90 را داشته، یک مسئله. و مسئله دوم این است که اگر ما نسبت به کسانی که مسئول هستند، تصمیم گیرنده هستند، در رده های بالا اظهار نظر میکنن، متوجه نباشند و حرفشان مسئولانه نباشد، بناهن باید هزینه بدن، باید متوجه باشند که چنین اظهاراتی نباید به صورت بدون هزینه تمام شود، هزینه شد بعد از شروع یک جنگ و درگیری مردم افغانستان بتن. متشکرم از شما داوود ناجی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان با ما. و اما اعتراضات در لبنان وارد دومین ماه شده و با وجود وعده های دولت مردم همچنان در خیابانند. بر اساس گزارش ها تجمع دیشب معترضان در بیروت با حضور حامیان حزب الله لبنان و گروه عمل به درگیری انجام میده و نیروهای امنیتی هم وارد عمل شدند. معترضان در لبنان اما همچنان میگویند تا تغییر کامل حکومت در خیابان میمانند و خواستار برچیده شدن فساد سازمان یافته و حضور چهره های جدید از جریان های مختلف در رأس دولت هستند. گزارش از ریحانه مطالی. اینجا بیروت دوشنبه صبح، آثار باقی مانده از تجمع شب گذشته. تجمعی که قرار بود مسالمت آمیز باشد، اما به گفته رسانه‌های خارجی با حضور حامیان گروه‌های حزب الله و عمل به درگیری انجام می‌دهد. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، این حامیان عمل بودند که سوار بر موتور و با شعار در حمایت از حزب الله تجمع را برهم زدند. اتفاقی که ماه گذشته هم افتاد و تظاهرات مخالفان حکومت به هم خورد. از آغاز اعتراض ها در لبنان 5 هفته می گذرد و با وجود وعده های دولت مبنی بر اصلاحات اقتصادی، معترضان همچنان در خیابانند. آنها میگویند که کشور تغییرات عمیق تری نیاز دارد تا از این وضعیت بد اقتصادی و فساد نهادینه شده در حکومت رها شود. نمیتونیم از بانک پول بگیریم. حقوقمون پرداخت نشده و نمیتونیم به زندگی ادامه بدیم. امیدوارم همه مردم لبنان، همه اونهایی که وام و بدهی به بانک دارن، نرن و پولشون رو پرداخت نکنن. بانک ها اولین چیزی هستن که باید باشون مبارزه کنیم. اعتراض ها در لبنان همچنین باعث جدی‌تر شدن اختلاف میان احزاب سنتی شده. اختلافی که هم دولت را متزلزل کرده و هم معترضان را مصمم‌تر. در 2 هفته نخست اعتراض‌ها، سعد حریری از نخست وزیری لبنان کنارگیری کرد. بعد از او، محمد صفدی هم حاضر نشد پست نخست وزیری را بپذیرد و از نامزدی انصراف داد. دولت لبنان حالا با 86 میلیارد دلار بدهی، یکی از مقروض‌ترین دولت‌های جهان در مقایسه با حجم اقتصادی این کشور است. بدهی به اندازه 1.5 برابر کل تولید ناخالص سالانه این کشور. وضعیت نامناسب اقتصادی در لبنان سبب شده شکاف‌های فرقه‌ای هم تا حدی برداشته شود و معترضان در مقابله با حکومت به یک وحدت تقریبی برسند. معترضان حالا یک شعار مشخص دارند: انقلاب و سرنگونی نظام کنونی. آنها می‌گویند تغییر جای مهره‌های کنونی کافی نیست و ساختار سیاسی این کشور باید متحول شود. خواسته‌ای که با توجه به صحنه چند پاره سیاست لبنان به نظر نمی‌رسد به آسانی دست یافتنی باشد. ریحانه مظاهری، BBC. در نزدیکی شهر قاهره پایتخت مصر برای اولین بار تعداد زیادی از حیوانات مومیایی شده برای عموم به نمایش گذاشته شده که در یک گورستان باستانی کشف شدند. حیوانات به نمایش گذاشته شده شامل انواع گربه ها، پرنده ها، مار کبرا و تمساح هستند. همچنین صدها اثر باستانی دیگر هم در این موزه به نمایش گذاشته شده. گزارش از گیل مکلین. سقاره، گورستانی 3000 ساله که روزگاری قبرستان اصلی شهر باستانی منف بود. مصرشناسان از دیدن این گنجینه که پارسال پیدا شد هیجان زده هستند. چیزی که این مجموعه رو خیلی خاص می سازه تنوعشه، مانند مومیای حیوانات و پرنده ها و گربه های مقدس.
75 مجسمه چوبی و برنزی گربه هم در این مجموعه دیده می شود. همینطور پرنده های مومیایی شده، نقاب ها، تمساح ها و یک سوسک غول‌پیکر که بسیار بزرگتر از اندازه معمولیش است. بهترین قطعه این مجموعه این سوسک سرگین است، بزرگترین سرگین غلطان در تمام جهان. اما بعضی از باستانشناسان احتمال می‌دهند این گربه‌های بزرگ در واقع بچه شیر باشند. آنها در جایی پیدا شدند که 15 سال پیش بقایای چند شیر بالغ آنجا پیدا شده بود. با گذشت 4400 سال این تمدن باستانی هنوز هم چیزهایی برای شگفت زده کردن ما دارد. گیل مکلالن، بی بی سی نیوز. اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد که جام جهانی 2019 کشتی فرنگی که قرار بود هفته آینده در تهران برگزار شود به علت آنچه بی‌ثباتی در ایران خوانده شده به تعویق خواهد افتاد. به نوشته سایت این اتحادیه، کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی در جلسه دیروزش در استانبول با بررسی منابع مختلف از جمله توصیه‌های وزارت خارجه کشورها در مورد سفر به ایران و همچنین تصمیم سایر نهادهای ورزشی این تصمیم را گرفته. پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما در استودیو ما پیوسته این خبر رو دنبال کرده. پوریا، دقیقاً چه توضیحی داده فدراسیون؟ همین دو تا نکته مهم هست توش. یکی اون توصیه وزارت امور خارجه کشور هاست که این تعیین کننده است، یعنی که مثلا اگه که برگردیم مثال بازی فوتبال ایران و عراق رو بزنیم که از یه جهت فدراسیون فوتبال کاری انجام نمیداد که به عراق نره، ولی که در عین حال ما دیدیم که وزارت امور خارجه ایران اومده بود توصیه کرده بود به اتباع ایرانی که به عراق مسافرت نکنید. یعنی وقتی که فیفا یا نهادهای بین المللی میان به پرونده نگاه میکنن، اون توصیه وزارت امور خارجه ایران رو جدیتر میگیرن از انفعال فدراسیون فوتبال و طبق همون هست که بررسی میکنن. و الان با توجه به اتفاقایی که در ایران افتاده، از یه طرف هم قطعی اینترنت که یه اتفاقی که ممکنه که دوباره بیفته، ممکنه که کار رو برای پوشش مسابقه ها و اتحادیه جهانی کشتی که خیلی داره کار میکنه که سعی بکنه که تصویراشو تا هر چقدر میتونه به جاهای بیشتری بفروشه میتونه خطرساز باشه، اینها رو همه با همدیگه نگاه میکنه. به علاوه این که خبر دیگه که هست اینه که ما درخواست رسمی دو تا از تیم های شرکت کننده در مسابقه جهانی که ژاپن و مجارستان هستن رو میدونیم که دادن به اتحادیه جهانی کشتی و گفتن که به ایران نمیخوان برن. از یه طرف دیگه هم گفته که اتفاقایی که در ورزش‌های دیگه افتاده، یعنی ما الان هم مسابقه‌هایی که زیادی که تو ایران کنسل شدن، از مسابقه کشتی داشتیم، لیگ کشتی کنسل شد تو هفته گذشته وقتی که اعتراضات داشت اتفاق می‌افتاد، مسابقه‌های فوتبال هنوز هم مسئله حل نشده. چیز آخری که ما شنیدیم، خبر آخری که شنیدیم اینه که فردا مسابقه جام حذفی تیم‌های نود ارومیه و تراکتور در ارومیه بدون تماشاگر برگزار خواهد شد. اینم یه مسئله دیگه است، نشون میده که همچنان اون اعتماد به نفس وجود نداره برای برگزار کردن مسابقه‌های ورزشی. و از یه طرف دیگه میتونه مربوط به اتفاقایی باشه که در ورزش‌های دیگه میفته، همچنان بحث اسرائیل هستش، بحث حضور زنان در استادیوم ها هست و اومدن طبق اون تصمیم هایی که به طور مثال فدراسیون جودا برای ورزش جودای ایران گرفته، اونها دارن به اونها هم نگاه میکنن. متشکرم. پوریا ژافره در استودیو. شماری از مخاطبان بی بی سی فارسی مشاهدات و نظرات خودشون رو از طریق پیامگیر ما فرستادن که تعدادی از اونها رو با هم میشنویم. اگه شما هم مایلید میتونید پیامتون رو به شماره جدید ما بفرستید، 2044-11-588-823-118. من با رژیم موافق نیستم، ولی یه واقعیت دیدم، در جریان در صحنه بودم. این زمان مصدق شعبون بیمخ یکی بود، حالا هر گروه یه شعبون بیمخ تشکیل دادن، باعث این مشکلات شدن. یه عده جوان بی تجربه 15-16 سالم احساساتی با اونا همکاری کردن، چون جوان ها بیکار بودن، دلخور بودن، مشکل داشتن. این جریان بود. یه عده این شعبان بیمخ زمان مرحوم دکتر مصدق ریختن بانک ها آتیش زدن. و سلام، من خواستم که بگم این کسانی که معترضین و مردم رو متهم به خشونت میکنن، واقعا نمیدونم اسمشون رو چی میشه گذاشت. این مشروعیت دادن به رژیمه که برای اینکه بتونه راحتتر آدم بکشه. کسانی که تو فضای مجازی، توی توییتر، جاهای دیگه صحبت میکنن و میگن معترضین خشونت کردن، من از شما سوال میپرسم، شما در تمام این ویدیوهای این روزها یک ویدیو میتونید پیدا بکنید که حتی یک دونه کوکتل مولوتوف در
دست یک معترض دیده باشید، میشود باور کرد که مردمی که یه دونه فی تصویر از یک کوکتل مولوتوف در دست یه جوان تو این کشور نیست، به 1000 تا بانکو آتش زدن.